نیست. مثال مورد اولش خیلی از آدم‌ها همبستگی رو correlation رو با causality یکی میگیرن، علیت. یعنی چی؟ مثالی که برش زده میشه اینه، آمدن 1,000,000 اتومبیل رو که توش چتر بوده با 1,000,000 اتومبیلی که توش چتر نبوده مقایسه کردن، دیدن اتومبیلایی که درشون چتر بوده میزان تصادف اتومبیل بیشتر بوده از اتومبیلایی که درشون چتر نبوده، و اینو جای دیگه هم انجام دادن، در این رابطه درسته، یعنی هرچی در اتومبیل چتر بیشتر باشه تصادف بیشتره. ولی رابطه بین چتر و تصادف نیست، موضوع این هست که در جایی که بارندگی هست، برف هست، مردم چتر بیشتر استفاده میکنن، جایی هم که بارندگی و برفه بین 2 تا 4 برابر تصادفش بیشتره. پس موضوع هر دو اینا به یه چیز مرتبطه، وقتی با برف میاد، باران میاد، مردم چتر دارن، تصادف هم بیشتره. رابطه بین تصادف و چتر نیست، رابطه بین بارندگی و تصادف و بارندگی و داشتن چتره. یادم این مثل شما میتونه یه مغزی داشته باشه اینجوری استدلال میکنه، یعنی مثل مثالایی که زدید که شما کورلیشن رو، همبستگی رو کازالیتی میگیره. دوم تقدم و تأخر زمانی است، یعنی بسیاری از آدما هر چیزی که قبل آمده بعد اومده رو علت بعدی میدونن، یعنی این مغز این گونه فکر کنه، اگر من اومدم وارد یه مهمونی شدم همه خندیدن به خاطر ورود منه، در حالی که کسی داشته لطیفه ای میگفته به آخر لطیفه رسته همه خنده من هم موقع وارد شدم. این دوتا زمانشون ممکنه یکی با دیگری مرتبط باشه ولی علت هم نیستن، مغز شما اینا رو مرتبط با این یه طرف قضیه است که گرفته. دوم این که بسیاری از ما در کودکی توجه لازم بهمون نشده، اون اتنشن و اون محبت لازم رو نگرفتیم، نتیجتا امن و امان نیستیم، سکیور نیستیم، ما آدمی هستیم نامطمئن، یعنی با واقعیات کاری نداریم. یعنی من اتومبیلم که الان دمه دره فکر کنم شاید نباشه، یا فرض بفرمایید ممکنه به ذهنم تا بیاد که اینجا اسمش تلویزیون اندیشه نیست، یعنی تا این حد. یعنی ما میتونیم اصولا به دلیل عدم امنیت خط بکشیم رو هر واقعیتی. این همون چیزی است که بسیاری از آدما نگرانیای پیدا میکنن درباره یه چیزایی که احتمالش بسیار کمه یا اصلا نیست. بنابراین موضوع دیگه برمیگرده به موضوع امنیت، ولی در اینجا مسئله دوست داشتن، مال من بودن، متوجه من بودن، من تنها در زندگیش بودن. این وضعیت البته تا اونجا پیش میره که بسیاری از اوقات ما از اینکه ببینیم همسرمون مادرش رو دوست داره، خواهرش رو دوست داره ما رنج میبریم، برادرش رو دوست داره ما رنج میبریم، چون یه فرضی داریم که به دلیل اون نبودن توجه و محبت ما همه چیز رو تمام و کمال و مطلق میخوایم. یعنی همسر من قرار نیست مادرش رو دوست داشته باشه، حتی قرار نیست بچه ها رو دوست داشته باشه، او باید فقط منو دوست داشته باشه، هیچ کس دیگه نباید براش معنی بده. این باز یه آسیب کودکی است که ما وارد مرحله همه یا هیچ میشیم. من میگم که مردان و زنانی هستن که وقتی همسرشون داره با خواهرش یا دوستش حرف میزنه میخنده، اینا رنج میبرن، حتی ناراحت میشن، مستقیم و غیر مستقیم، بلکه از خود احساس بدی میکنن بدون که از کجا میاد. چرا؟ برای که این نوع محبت مالکیت، انحصار، مطلق بودن، همیشگی بودن، هیچ شرطی براش قائل نبودنه، و این یک گرفتاری دیگری است. برخی از آدم ها هستن که نه، به دلیل آسیبایی که در زندگیشون خوردن همیشه فکر میکنند کاسه زیر نیم کاسه است، فریبی در کاره، دروغی در کاره. اینا معمولا در چند سال اول پدر مهربون یا مادر مهربون رو برخی از اوقات نامهربان دیدن، اینا برخی از اوقات دیدن که پدر و مادرشون در حالی که جلو آدم ها ازشون تعریف کنن پشت سرشون یه جوری دیگه میگن، به تدریج یه نتیجه گیری کردن که همه چیز دروغه، همه چیز فریبه. این که یکی میگه دوستت دارم، این که میگه من همسر تو هم، این که میگه من به تو وفادارم، یه بازیه، یه حق بازیه، یه سیاه بازیه. این در حقیقت پشتش خبرای دیگری هست. خیلی از اوقات دلیلش میتونه مسئله دیگری باشه. ما اصولاً یه جهانی رو میبینیم در حال فرو ریختن، یه جهانی رو در حال خرابی و ویرانی، و این وحشت از ویرانی است که ما رو به هر چیزی میچسبونه و فکر کنیم یه چیزای دیگه هم داره از دست ما اینجا و اونجا گرفته میشه. با بالا رفتن سنمون این حال اون بدتر میشه، برای که ضعف رو در خودمون بیشتر میبینیم، بی‌اعتنایی رو از جانب دیگران افزون میبینیم،
بعد خودمون در مسیر موانع و محدودیت ها و بیماری ها هستیم و گرفتار میشیم. بنابراین یه پدیده پیچیده ایست عزیز. در تحلیل نهایی شما میتونید حالت خفیفش رو داشته باشید که به عنوان شخصیتی که سوء ظن داره، یعنی پارانوید پرسونالیتی دیسوردر بشناسیم، شدیدترش میتونه تا مرز بیماری بره به طوری که دارو میخواد، برای که این مغز درست کار نمیکنه. این موضوع اونگونه که شما فکر میکنید نیست. یعنی تصویر و تصوری که شما از همسرتون بعد از من نمیدونم 20 سال 30 سال هر چی زندگی دارید و او رو میشناسید که اصلا در این فضا و هوا نیست، شما اصلا بیاد فکر کنید این ممکنه جاسوس امریکا باشه، این ممکنه فرض کنید در حال توطئه قتل یک کسی باشه، خب همچین فکری به ذهنتون نمیاد. نتیجتاً چیزی که تو زندگی زناشویی میاد این است که به دیگران یه توجهی داره، یا خبری بوده یا کسی اینجا بوده، بعدم شما انتظار دارید که تو خیابون آمدید همسرتون مثلا زنا رو ببینه ولی مردا رو نبینه، چون بدون تردید از همه ما یه مردی یا یه زنی بهتر حالا بر اساس هر تعریفی وجود داره. شما همچین چیز رو نمیتونید تحمل کنید، شما ناآگاه این موضوع بهتون عدم امنیت میده، چون فکر میکنید الان میخوان یه کالا بخرن، این شمایید و یه مرد دیگه، و به همسرتون میگن انتخاب کن، خودتون هم قبول دارید اون بهتر از شماست، خب معلومه ایشون رو متهم میکنید به بیوفایی، در حالی که این گرفتاری ماست. این موضوع موضوع جدی است. این مسائل برمیگرده به آسیبی که ما در خانواده ها دیدیم به دلیل کار پرورش تعلیم تربیت غلط، به خاطر نظام تفاوت زیاد میان زن و مرد که پنهانکاری و دروغ و بازی رو اجتناب ناپذیر میکنه، به خاطر نظام چند زنی که اصولا مسئله حسادت و خیانت رو بهش یه واقعیت اجتماعی و حتی تایید اجتماعی میده، همه اینا شرایطی وجود میاره که بسیاری از ما آدمای ناامنی هستیم، آدمای نگرانی هستیم، آدمای بدبینی هستیم، آدمایی هستیم که فکر بکنیم زیر هر کاسه نیم کاسه ای هست، آدمایی که نظریه و تئوری توطئه رو میپذیریم که کار انگلیسا یا امریکایی هست. یعنی اینا نگاه هایی است که در ما بعدن هم به وسیله محیط اجتماعی تایید و تقویت میشه و شما رو گرفتار میکنه. ضمناً میبینیم که همسرمون با ما ناراحته، از دست ما عصبانیه، ای بسا تا پشیمون از ازدواج، ای بسا دلش بخواد طلاق بگیره. خب اینا یه آدمی مثل من رو کاملا به هم میریزه دیگه، اینجاست که دیگه دلیل براش دارم، این از ازدواج با من پشیمونه، این به فکر جدایی و طلاقه، این حتی شاید آرزو میکنه ای کاش من بمیرم خلاص شه. خب اینا یه آدمی مثل من رو که حتی از اینکه همسرم نگاه بکنه به یه مرد دیگه یا حتی خوشحال باشه در گفتگو با مادرش اذیت کنه، معلومه به هم میریزه و اینا گرفتاری است. از اینا ناشی از اینه که ما موضوع رو سر جای خودش نگذاشتیم و اصولا مسئله ارتباط انسانی رو مسئله همه یا هیچ یا مالکیت و بردگی و بندگی گرفتیم، در حالی که اگر یه مقدار شرایط کودکی ما با یه آرامش و امنیت و محبتی همراه باشه یه همچین احساسی رو نداریم و یه همچین احساس وحشتی کنیم. اصلا بر فرض محال که این آدمی که با من ازدواج کرده میخواد بره، خب بره، در دنیا به پایان میرسه، چون آدمایی که او رو ندارن که دنیاشون در اون نشه، خب دنیا منم نمیشه. ولی روزی که من یک باره اون احساس بد راجع به همه کس و همه چیز دارم دیگه اینجا از پا در میام. بله بله، من وقتی 20 سالم بود 30 سالم بود ممکن بود بتونم یک کسی رو پیدا کنم، حالا که 50 چند سالمه یا 60 سالمه که دیگه نقاد بود، اون موقع است که تازه بیشتر به هم میرسه. ولی اینا نگاهی است غیر واقع بینانه، غیر منصفانه، نامهربانانه و متاسفانه تا برخی از اوقات حقیر شمردن و کوچک شمردن خود و دیگرانه، در حالی که همسر شما کنار شماست، با شما زندگی میکنه، شما رو انتخاب کرده. معناش نیست که شما بهترینید یا بهترین همه، نه، شما برای اون مناسب تری، همونطور که اون برای شما مناسب تره، و در شرایط عادی هم از ازدواج با شما و زندگی کنار شما راضیه، خارج از اونم باشه میتونه ناراضی باشه، هم از اینکه بمونه یا بره. ولی اینکه ما صبح به غروب فکر اون این باشه که الان توطئه‌ای هست و خبری هست و خطری هست و کسی هست و کسی میاد و میره، فقط همونطور که اشاره کردید زندگی رو میتونه تبدیل به جهنم کنه بدون اینکه هیچ ضرورتی و فایده‌ای داشته. به هر حال لطفی که میکنید با یه روانشناس صحبت کنید، شاید در کوتاه مدت چون میشناسن اینا رو یه داروی اون قسمت های مغز که بیخودی فعال میشه از فعالیت میندازن، یعنی خیلی راحت دیگه شما راحت و آسوده خواهید بود. چون اشکال کار یه آدمی مثل شما اینه که وقتی همه چیز خوبه تازه بیشتر نگران میشه که یه حقه در کاره، مثل که این توته این دفعه
جدیتر و عمیق‌تر و سنگین‌تره. این است که کار خرابتر میشه. بنابراین همسرتون متاسفانه هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون هر گفتگویی، هر استدلالی، حتی وقتی شما میپذیرید بعدا میگید کلا سرم گوشه، الان تو دلش داره به من میخنده که پس گولم زد. حالا اشکال کار این است که شما دلیلی هم که برای حرفاتون ندارید، ایشون رو تا اونجا میبرید که به قول شما بیفتن به گریه. وقتی افتادن متوجه میشید خب اسکی یه جور دیگه دارید ایشون از دست میدید، اونه که پشیمون میشید. حتی میدونید این بحثا یه جور دیگه هم میکنن، میگن کودکانی که تو کودکیشون نفهمیدن چرا، مثلا اگر آدم یه ذره باهوش باشه نمیفهمه چرا عمه اینجوری کرد، خاله اینجوری کرد، چرا مادر من اونو گفت، چرا پدر من اون کاری کرد، چرا به من گفتن برو بخواب، چرا گفتن حالا ایبی نداره. کودکی که بخواد بفهمه چرا، میخواد از توی یه چیزی سر در بیاره. به همین جاست که عروسکی که بهش بید میخواد پارش کنه ببینه توش چیه، اسباب بازی رو میخواد توش بشکنه ببینه چیه. به همین جاست که روزی هم که بسیاری از آدما وقتی با یه آدمی آشنا میشن و میخوان بهش نزدیک بشن میخوان توشو در بیارن، اینی که ازش میپرسن خب چه خبر، بگو چی شد، با کی رفتی، از کی خوشت اومد، چی شد، رفتی بیرون یا نه، تلفن زدی یا نه، حرف زدی یا نه، حتی جزئیات رو. اشکال کار این است که هرچی بیشتر بدونید سوالات بیشتری دارید و رنج بیشتری میبرید و هیچ پایانی هم نداره، هیچ. یعنی این نگاه یه نگاه مطلق گرایی است که مالکیت همیشگی رو میخواد. من آدمایی داشتم که من میگفتن که فلانی، من در سن مثلا 30 سالگی ازدواج کردم، وقتی که همسرم به من گفت که وقتی 6 سالش بوده از خالش یا از داییش خوشش میامده، من دیگه از اون به بعد احساسمو بهش از دست دادم. یعنی اون باید از هیچ کس خوشش نمی اومد، صبر میکرد تا مثلا برسه به من و از من خوشش بیاد. یعنی اینقدر ما مطلق میخواد، درست مثل زمانی که کودک مادرش رو میخواد. یه بچه یه سال 2 ساله اصلا تحمل نمیتونه بکنه که مادرش یه بچه دیگر رو بغل کنه، برای که احساس میکنه پس من چی. این همون چیزیست که ما تو بزرگسالی هم داریم. بنابراین اینا یه حدی قابل قبول هست که یه حدودی رو، همونطور که خانه مال شماست تا زمانی که اجارهش رو میدید یا خریدیدش، بعد مال یکی دیگه است. در حالی که ما فکر کنیم که این خانه باید از روز آغاز خلقت مال من بوده تا ابد هم مال من باشه، اون وقت است که باشم مسئله داریم. این همون چیزی که بسیار از آدما وقتی میخوان فکر مردن میکنن اذیتشون میکنه، برای که چرا من نبودم و چرا نباشم، بعد از من چی میشه، مثل اینکه باید جهان در اختیار باشه. به دکتر مراجعه کنید، خوب میشه دست از سر همسرتون هم بردارید، بدون این مشکل ذهن شماست، ایشون بهش ارتباط نره، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. ایشون هرچی بیشتر کوشش کنه کارا خرابتر میشه. فقط شما یه بازیست که هر چند وقت یه بار به دلایلی مطرحش کنید، البته اینکه چرا اون برانگیخته میشه در شما دلایل خودش رو داره، ولی مسئله شناخته شده است. اینکه یه مطلبی درباره شخصیت شکاک، من فکر کنم آقای دکتر فروغی اصلا در اون سی دی شخصیت ناسالم راجبش صحبت کردن، یه 2 ساعتی صحبته، بشنوید میتونه کمک کنه. برای خوشحال شدم باتون صحبت کردم. خیلی ممنون آقای دکتر، منم از شما خیلی متشکرم و واقعا افتخار میکنم به اشخاصی مثل شما. لطف ما به افتخار میکنم به خودم که هموطن شما هستم. لطف خیلی ممنون، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.